ما انسانیم و حق من و توست تا از حقوق اولیه و ذاتی خود آگاه باشیم، مانند حق برابری و عدم تبعیض، حق حیات، حق امنیت، حق آزادی بیان و اندیشه، حق آزادی پوشش، حق برخورداری از بهداشت، آموزش و پرورش و خدمات اجتماعی، حق آزادی انتخاب شغل و اقامتگاه و بسیار موضوعاتی که از منظر حقوق ذاتی و کرامت انسانی در اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد توجه خاص قرار گرفتند. حق من و توست که از حقوق ذاتی خود آگاه باشیم. با ما همراه باشید در برنامه دریچه‌ای رو به آگاهی، کاری از کمیته آموزش و پژوهش، کانون دفاع از حقوق بشر در ایران. بر اساس تازه ترین ردبندی سازمان گزارشگران بدون مرز، وضعیت آزادی بیان در ایران در مقایسه با باقی کشورهای جهان و نسبت به سال گذشته میلادی بدتر شده و ایران در سال 2019 با 6 پله سقوط در جایگاه 172 این ردبندی از مجموع 180 کشور این فهرست قرار گرفته است. در میان کشورهایی که از سوی این سازمان اقتدارگرا توصیف شده اند، ونزوئلا، روسیه، ویتنام، چین، ایران، عربستان، اریتره و ترکمنستان همگی امسال وضعیتی بدتر از ردبندی سال قبل دارند. بر اساس بررسی‌های سازمان گزارشگران بدون مرز، وضعیت آزادی بیان در ایران و شرایط کار روزنامه‌نگاران و شهروند خبرنگارهای ایرانی در وضعیت سیاه قرار دارد که بدترین شکل وضعیت آزادی بیان از نظر این سازمان است. ایران در این ردبندی 11 کشور جهان از نظر بد بودن وضعیت آزادی بیان را نیز دارد. ضمن اینکه ایران همچنان یکی از بزرگترین زندان‌های روزنامه‌نگاران در جهان است، به گفته این سازمان 2/3 این زندانیان شهروند خبرنگاران ایرانی هستند که هدف سرکوب ویژه سپاه پاسداران و سازمان اطلاعاتش قرار می‌گیرند. درود میفرستم بر شما دوستان و شنوندگان محترم برنامه دریچه‌ای رو به آگاهی. امروز رو با موضوع آزادی قلم و مطبوعات برنامه رو آغاز میکنیم به همراه میهمانان گرامی در این بخش. در خدمت جناب حسام ناصعی ارجمند هستیم، فعال سیاسی، و جناب حمیدرضا تقی‌پور دهقان تبریزی، فعال حقوق بشر. دوستان بسیار خوش آمدید در این بخش از برنامه، سپاسگزارم از حضور شما. سوال نخست برنامه رو از جناب ارجمند خواهیم داشت. جناب ارجمند، لطفا برای شنوندگان محترم این برنامه ابتدا به نقش مطبوعات در زندگی بشر اشاره بفرمایید و اینکه در ایران این مطبوعات یا آزادی مطبوعات از چه جایگاهی برخوردار هست. بفرمایید، خواهش می‌کنم. سلام و درود به تک شما. اینکه نقش مطبوعات در جامعه بشری چه هست؟ جواب بسیار ساده مساویس با ارتباطات، اطلاع رسانی همگانی، اینکه ما رو آگاه بکنه از شرایط و وقایع روز، جرایل، روزنامه ها، شبنامه ها، اعلامیه ها، اطلاعیه ها، از اروپای باستان که شروع به تولد کرد، رشد کرد و بزرگ شد و به شکل امروزی که ما میبینیم در سراسر دنیا، هدفش در ابتدا به ساکن اطلاع رسانی بود،
شاید هدف اولیه اونطوری نباشه که ما فکر میکنیم اطلاع رسانی به صفت اطلاع رسانی امروزی. اینکه اخبار و اتفاقات سلسله های پادشاهی حاکمیت ها رو به اطلاع عموم عوام برسونه و کم کم رشد کرد و عوام این صنعت رو در دست گرفتند و به سمت و سوی دیگری بردن، تا اینکه ما رسیدیم به دوران روشنگری در اروپا و صنعت و نهضت روزنامه نگاری اوج و اولای دیگری به خودش گرفت. پس نقش بسیار مهمی در اطلاع رسانی، آگاهی بخشی، اینکه ما از اخبار و اتفاقات روزانه در محیط پیرامون خودمون مطلع بشیم، این نقش رو جراید، روزنامه ها و کلیه سیستم ها و دستگاه های اطلاع رسانی بر عهده دارن. در حال حاضر اپ های متفاوت، سایت های متفاوت و غیر بوزالک به نهضت روزنامه و روزنامه نگاری پیوستند. اینکه این نهضت، این صنعت، این جریان، این جنبش در ایران چه کاری کرده، میبایستی به تاریخ 200 ساله گذشته خودمون برگردیم و ببینیم که همون خطی رو که پادشاهان دیگری در کشورهای دیگر دنیا شروع کردن و سپس به جامعه راه پیدا کرد و اخبار روز هم بهش اضافه شد، پادشاهان ایرانی هم برای همین که اخبار و اطلاعات خودشونو به دست مردم برسونن شروع به همین کار کردن. میتونیم به وقایع اتفاقیه و روزنامه های دیگر ایرانی در تاریخ ایران اشاره بکنیم، اما هرچه که جلوتر آمدیم در کپی برداری از کشورهای اروپایی و دیگر دنیا بر اساس عصر روشنگری و اتفاقاتی که رخ داد، روزنامه نگاران و روزنامه نگاری در ایران هم رشد کرد. کار به جایی رسید که نهضت سانسور در ایران پیدا شد در زمان ناصرالدین شاه با حکم حکومتی که برخی از اخبار رو برای اینکه برای کودکان و اطفال بد هست میبایستی سانسور کرد، تا سپس رسیدیم به 1302 هجری شمسی که اداره سانسور در مطبوعات رسما شکل گرفت. نقش جراید در ایران نقطه اوجش، نقطه عطفش به دوران انقلاب مشروطه برمیگرده که نقش روشنگری، اطلاع رسانی به همگان رو در دست داشت. شاید جرایدی که ما ازش صحبت میکنیم مثل روزنامه های امروزی نباشن که ده ها صفحه دارن، حتی یک شبنامه، یک اطلاعیه به صورت یک جریده در اون دوران نقش همون روزنامه امروز رو بازی میکرد. در پی اتفاقاتی که در ایران رخ داد در تب و تاب انقلاب مشروطه، روزنامه نگاری و روزنامه نگار رشد کرد، متکامل شد و روزنامه نگاری هم پیشرفته تر شد، به تعدد نشریات در ایران اضافه شد تا به دوران خفقان محمد علی شاهی و سپس به رضاخان میرپنج رسیدیم. در هر دورانی که ذره ای آزادی در ایران حاکم بود، نشریات و روزنامه ها نقش آگاهی رسانی خودشون رو به خوبی بازی کردن. هر زمان که حاکمیت ها در کشور ایران خودمون
برای جلوگیری از آگاهی و ایجاد خفقان مطلق، دست به سانسور بیشتر، دستگیری و بستن روزنامه ها و روزنامه نگاران دارن. حتی در فردای انقلاب ایران تا سرفصل 30 خرداد 1360 در ایران روزنامه های متعددی وجود داشت. از فردای عزل بنی صدر، درگیری مسلحانه در 30 خرداد، خیلی ها روزنامه نگاران جراید جمع شدن، در این فاصله هم بودن، چرا که حاکمیت به قول خود خمینی اگر که دستش باز بود در 1358 گفت که اگر دستم باز بود قلم هاتون رو میشکستم و آتشتون میزده. و سپس از فردای دیکتاتوری مطلقه خمینی تا زمان مرگش تا به دوران اصلاحات در ایران در 2 خرداد 76 جراید نیم بندی کار میکردن تا اینکه یک فضای باز سیاسی به دلیل شقه و شکاف در حاکمیت در ایران ایجاد شد و جراید بیشتری شروع به کار کردن که در نتیجه به 18 تیر 78 و ماجرای نشریه سلام کشیده شد و سپس به جلو آمدیم. پس روزنامه و روزنامه نگاری، نقش آگاهی رسانی، نقش اطلاع رسانی، نقش باز کننده، نقش روشن کننده برای فرد فرد جامعه داره. یک روزنامه نگار مثل یک پزشک که متعهد به بیمار خودش هست، متعهد به آگاهی رسانی به جامعه است. یک روزنامه نگار میتونه با اخبار جعلی ذهن و افکار جامعه رو منحرف بکنه و حتی میتونه با اخبار دقیق و درست سمت و سوی درستی به افکار عمومی جامعه بده. پس ارتباطات، روزنامه ها، جراید، سایت های خبری و هرچی که الان هست نقش بسیار مهمی در سمت و سو دادن افکار، عقاید و دیدگاه های فرد فردی که در یک جامعه زندگی می کنند هست. صحبت من تمام. سپاسگزارم. در خدمت جناب تبریزی هستیم. با توجه به توضیحاتی که جناب ارجمند در خصوص نقش مطبوعات از ابتدا تا کنون داشتن، در گزارش ها اومده که بیش از 2/3 از خبرنگارانی که در زندان های جمهوری اسلامی به سر میبرند شهروند خبرنگاران در ایران هستند که مورد هدف اصلی سرکوب نهادهای اطلاعاتی این کشور قرار میگیرند. لطفا برای شنوندگان بفرمایید شهروند خبرنگاران چه کسانی هستند و چرا مورد هدف سرکوب نهادهای اطلاعاتی این کشور قرار میگیرند؟ عرض کنم که ببینید، اگر اجازه بدید در وهله اول من یک تعریف جامعی رو از واژه شهروند خبرنگار داشته باشم. ببینید، شهروند خبرنگار به فردی اطلاق میشه که حالا به هر طریقی با ابزاری که در دست خودش داره، حالا چه میتونه اون ابزار به شکل قلم باشه و یا میتونه با فعالیت در زمینه به قول ما در فضای مجازی به واسطه یک تلفن همراهی که داره به واسطه اون فعالیت‌هایی رو انجام میده، یا مثلا گزارش‌هایی رو تهیه می‌کنه، فایل‌های صوتی رو تهیه می‌کنه، یا فایل‌های تصویری رو تهیه می‌کنه، یا مقالاتی رو منتشر می‌کنه از یک موضوعی و اون رو به طرق مختلف در فضای مجازی و در شبکه‌های اجتماعی مختلف اون رو نشر میده و یا ارسال می‌کنه برای رسانه‌های دیگه که بتونه اون رسانه‌ها بتونن اون رو پخش بکنن و شیر بکنن و در اختیار افکار عمومی و سایر مردم قرار بدن.
و اما در مورد وضعیت شهروند خبرنگاران اگر ما بخوایم صحبت بکنیم، ببینید دامنه سرکوب این دسته از افراد به شکل بسیار وسیع و میتونم بهتون بگم که گسترده هستش و از جمله اهدافی که حکومت ایران داره به قولی معروف به واسطه اون اهداف داره سرکوب میکنه این دسته از شهروندان رو، با هدف سرکوب آزادی بیان و القاء نظریات جزء به کل جامعه هست. یعنی اون چیزی که مردم باید بدونند و به نسبت اون چیزی که میدونن و اطلاعاتی که به دست میارن در مورد آینده سیاسی و نوع حکومتی که در حال حاضر در کشور داره در سر مردم ایران داره حکومت میکنه، دیدگاهشون باز میشه و میفهمند که این حکومت چه حکومتی هست، با چه ماهیتی و چه به قول مردم دارای چه مشخصه هایی هست. و با توجه به اینکه حکومت همیشه در ایران با لاپوشونی، با سرکوب فعالان فضای مجازی، با سرکوب آزادی بیان همیشه سعی کرده خودش رو خیلی موجه جلوه بده، خیلی خوب جلوه بده در انظار جامعه و بگه که نه هیچ مشکلی نیست و مردم دارن، شاید این اخباری که در رسانه ها هست کذب باشه، کما اینکه ما بارها و بارها دیدیم اتفاقاتی که در جامعه ما میفته و چیزهایی که حالا در قالب حالا فایل های صوتی، فایل های تصویری، اخباری که در رسانه ها منتشر میشه و حتی افرادی که میبینن اونها رو به چشم مسلح خودشون، ولی حکومت اونها رو انکار میکنه و منکر اونها میشه در موارد بسیار زیادی. و از جمله دلایل مشخص سرکوب میتونه همین جمله که عرض کردم باشه که القاء نظر جزء به کل، برای اینکه بخوان فقط نشون بدن که بگن ماهیت این حکومت یک ماهیت موجهی هست و در کشور ما مشکلی وجود نداره. و به این شکل این افراد رو که در جهت آگاهی رسانی، باز کردن اذهان مردم فعالیت میکنند رو سرکوب میکنند و این واقعا از جمله مواردی هستش که بارها و به دفعات از طریق سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری در گزارش‌های سازمان‌های همرده که در زمینه آزادی بیان فعالیت می‌کنند، مثل سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارشات سالیانه‌ای که ارائه می‌کنه و سازمان‌های دیگه مثل سازمان امنستی اینترنشنال و یا دیگر سازمان‌ها، اینها همیشه بیان کننده این هستن و نشون میدن حقایق رو، حقایق امر رو نشون میدن که به چه شکل شهروندان دارن سرکوب میشن. من یه مثال کوچیک براتون میارم در محکومیت اخیری که 3 تن از نویسندگان در ایران محکوم شدن توسط آقای قاضی مقیسه شعبه 28 دادگاه انقلاب در تهران، آقای کیوان باژن، آقای رضا خندان مهابادی و آقای بکتاش آبتین. این افراد نوع اتهاماتشون تماما مصداق و همرده سرکوب آزادی بیان بوده و تمام مصادیق اتهامی که بر این افراد زده شد و این افراد به این حبس در مجموع 18 سال که هر سه نفرشون محکوم شدن، هر کدومشون 6 سال، ما داریم میبینیم که به خاطر انتشار بیانیه هایی بوده که از طرف کانون نویسندگان منتشر شده در فضای مجازی، در رسانه یا هر کجایی، و یا قسمت دیگرش هم مربوط بوده به یک کتابی که مربوط بوده به کانون نویسندگان ایران که بکنم بوده 50 سال یا 70 سال با کانون نویسندگان ایران، که این کتاب برمیگشته به قتل‌های زنجیره‌ای که متأسفانه وزارت اطلاعات این کتاب‌ها رو ریخت و جمع‌آوری کرد و این پرونده سازی هایی که برای این افراد انجام شد. این رو من به صورت مثال خدمت شنوندگان عرض کردم که مضمون موضوع کاملا باز شده باشه. در خدمت شما هستم. بسیار ممنون از توضیحات شما. جناب ارجمند، تا 40 سال از عمر جمهوری اسلامی میگذره و بارها در محافل داخلی و جهانی تکرار کرده که هیچ روزنامه نگاری و یا به اصطلاح خبرگزاری به شکل کلی در هیچ زندان عقیدتی یا سیاسی در زندان‌هاش وجود نداره. اما مطابق آخرین گزارش‌های رسیده از سازمان گزارشگران بدون مرز، بررسی شده که اخیراً درباره وضعیت روزنامه‌نگاران در ایران در 40 سال گذشته
این اومده که در فاصله بین 1358 تا سال 1388 خورشیدی دست کم 860 روزنامه نگار و شهروند خبرنگار رو بازداشت، زندانی و حتی اعدام کردن. شما نظرتون رو در مورد صحت یا نادرستی این برخورد جمهوری اسلامی یا این گفته‌ای که همه جا پخش میکنه لطفاً توضیح بدید برای شنوندگان، بفرمایید. باشم اول که هیچ ماسبندی نمیاد بگه که من ماستم ترشه. جمهوری اسلامی در بحث‌های قبلیمون داشتیم، از رفراندوم 58، داستان صادق طباطبایی و تعریف وقایع واقعی که خودش میکرد، از داستان رفراندوم، تشکیل این گروه در وزارت کشور و غیره. ما با یک نظامی که 40 سال عمر کرده طرفیم، که در جامعه ایران پایه داشته. اگر که خمینی در جامعه ایران پایه نداشت، پایگاه اجتماعی نداشت، به هیچ وجه نمیتوانست که بر سر حاکمیت بنشیند. هر چی که گفت همه گفتن چشم. وقتی که میایم به جلو به گزارش های گزارشگران بدون مرز، امنستی اینترنشنال و دیگر سازمان ها نگاه میکنیم، میتوان به واقعیت گفت خیلی از این گزارش ها حتی میتونه ناقص باشه. خیلی از اتفاقات و وقایعی که در فردای انقلاب ایران تا به الان رخ داده، خیلی از اسامی، خیلی از افراد و حتی خیلی ها خبر ندارن و نمیدونن چه کسانی در اون دوران بوبوه فردای انقلاب تا سرفصل 30 خرداد که به شما گفتم که نقطه عطفی بود در جامعه ایران، در بین درگیری مسلحانه بین گروه های دیگر سیاسی و حاکمیت، چه کسانی که از بین رفتن، چه از حاکمیت قبلی که از فردای انقلاب شروع به اعدامشون کردن تا به الان. آیا این حرف درسته که اینها سرکوب کردن؟ بله. آیا می شود مثال صادق و بارزی زد؟ بله. زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی کانادایی. قضیه به طوری افتضاح شد که به او تجاوز شده بود در زندان وزارت اطلاعات، کشته بودن او رو و برای اینکه جسدش رو از بین ببرن مواد خاصی به جنازه زده بودن و قبرش رو هم بتون آرمه کرد. خب آیا حاکمیت جمهوری اسلامی، حاکمیت ولایت فقیه یا هر چی که اسمش رو میشود بگذاریم، با هر صدایی که مخالف خودش باشه همخوانی خواهد کرد؟ خیر، همخوانی نخواهد کرد. آیا نشریات و جرایدی که در ایران، افراد و حضرات و آیاتی که در ایران هستند و بعضن حرفی بر علیه نظام میزنن، خب این تناقض رو ما چگونه جواب میدیم؟ جوابش بسیار ساده است. ما با نظام دیکتاتوری طرفیم که با شخصی به نام خمینی که به صورت قبیله‌ای یک نظام رو حاکمیت میکرد به جلو اومد، از فردای مرگش در رهبری سید علی خامنه‌ای این نظام صاحب یک سیستم شد. این سیستم از همون ابتدا در تقابل با آزادی و آزادی خواهی بود و است. هر نوع دستگاه و سیستمی رو که بر آگاهی و آزادی مردم می افزاید رو سانسور قطع و کات کرد، اما نتوانست در انتها در تقابل متقابل به پیروزی نهایی دست پیدا کند. ما با کشوری مساوی با کره شمالی طرف نیستیم. ما با ایرانی طرفیم که صاحب یک تاریخ، نهضت، انقلاب مشروطه، میرزا کوچک‌خان، خیابانی، پسیان، مصدق، فاطمی، بازرگان و غیره طرفیم. با ویدئو، با ماهواره، با هر چی که شما فکرش رو بکنید، هر طور که خواستن تقابل بکنن نتونستن.
اگر که ما می‌بینیم در ایران حال حاضر افرادی از درون همین نظام یا روزنامه ها و جراید حرفی بر علیه نظام میزنند، به این دلیل نیست که نظام اینها رو نمیخواد خفه بکنه، این نمیتواند خفه بکند، شرایط و اوضاع اون اوضاع نیست. در اون نقطه تقابل 100 روی 100 مثل دوران خمینی نیست، چرا که نظام جمهوری اسلامی در 40 ساله خودش آزمایش خودش رو پس داده، پایگاه و جایگاه عمومی خودش از دست داده در جامعه ایران. اگر که قیامی در ایران رخ نمیده به دلیل سرکوب فزاینده است و حمایت های بین المللی که این حاکمیت تا به الان داشته. آیا گزارش امنستی یا گزارشگران بدون مرز درسته؟ مسلماً که درسته، کمی که زیاد نیست. آیا ما همه وقایع رو میدونیم؟ خیر، نمیدونیم. سالها پیش در دوران قیام 88 جوانی بود که او رو به دلیل نوشتن چند وبلاگ گرفتند و اعدام کردند. اسمش رو فراموش کردم متاسفانه، که مادرش بعدها در خیابونهای جلوی زندان اوین میستاد و صحبت میکرد و فریاد آزادی خواهی و خونخواهی فرزند خودش رو میکرد. جناب ستار بهشتی بودن ایشون. بله سنت آفرین. ببینید، نظامی که نمیتونه ستار بهشتی که نه عضو سازمان سیاسی، نه عضو گروه سیاسی، نه عضو یک جناح سیاسی هستش رو بر بتابه، او رو میگیره، خفه میکنه، اعدام میکنه، میکشه، چرا نمیتونه در حال حاضر برخی از آدمهای خودش رو که بر علیه خودش حرف میزنن بگیره؟ چون اوضاع و احوال اون اوضاع احوال نیست، آب از سرش گذشته، شرایط غیر قابل کنترل شده، فشارهای مضاعف بین المللی بر روشه. اگر که در دوران 1388 در قیامهای ایران حاکمیت آمریکا و حاکمیت های دیگر دنیا به طور جد مثل الان در جلوش می ایستادن، آیا شما فکر میکنید که میتونه سرکوب بکنه؟ میتونست تا قهقرا انسانهایی که در زندان گریزک بودن ببره؟ نه، نمیتوانست. قانون چکش و سندان در علوم سیاسی قانون درست نیست. فشار بیرونی مبنا و پایه، یعنی مردم ایران، و فشار بیرونی مضاعف میشد برش و خفش میکرد. پس این نظام با هر نوع اطلاع رسانی و آگاهی رسانی مخالفه و با ماهیتش کاملا مغایره. این رو ما از اصول تاریخی دروس سیاسی میتونیم بفهمیم و نظامی که از بعد به تولدش رو میتونیم بکشیم و به تصویر بکشیم، نمودار بکشیم و بگیم و توضیح بدیم، از رهبر اولیش، بنیانگذارش تا به الان. اگر که در حال حاضر قدرت خفه کردن همه رو نداره، به این دلیل است که دستش نمیرسد و توانش رو نداره. اگر که داشت مثل دوران خمینی، ببینید، برگردیم به نشریات و آرشیو نشریات خود همینا در کیهان اطلاعات، نشریه اطلاعات در 1360 عکس 10-20 تا دختر جوان رو منتشر میکنه و روی اینترنت هست، میتونید ببینید. اینکه اینها وابسته به چه سازمان روی بودن من کاری ندارم، نکته این هست که ببینید عکس 10-20 نفر آدم رو، دختر جوان و نوجوان رو در نشریه اطلاعات چاپ میکنه و میگه که خانواده هاشون بیان اینا رو تحویل بگیرن، جنازه های اینها رو، و ما اسم اینا رو نمیدونیم. ما با چنین نظامی طرفیم که از اینجا به اینجا رسیده. پس اگر بتواند همین کار رو، همون کار رو در 1360، 59-58 که هر کسی رو که دستش رسید از نظام
صاحب شاهنشاهی گرفت و اعدام کرد، همون کار خواهد کرد. اگر دستش برسد همون کاری که در زندان گریزک کرد همین الان هم خواهد کرد. ببینید سردار قاسمی از پاسدارهای همین نظام در تلویزیون جمهوری اسلامی میره در یکی از شبکه‌های اینترنتیش و میگه که ما در فلان در بوسنی با لباس و صلیب سرخ، ببخشید نه اسم صلیب سرخ ایرانی چه هست؟ فراموش کردم. بعد سازمان هلال احمر باید باشه. آره. که ما با لباس سازمان هلال احمر در کشور بوسنی بودیم با طالبان القاعده فلان با القاعده بودیم اینا. و سپاه پاسداران میاد و بلافاصله اینو نفی میکنه. وزارت دادگستری بر علیه شکایت میکنه. چرا؟ چون حاکمیت در اون نقطه نیست. اگر که بود احسنت و باریکلام بهش میگفتن، چرا که به ضررش هست. در هر گوشه و نقطه این نظام و حاکمیت میبینیم سوراخ‌ها و شکاف‌ها ایجاد شده، چه بر سر آگاهی رسانی چه بر سر اطلاع رسانی که از درون خود همین نظام بیرون میاد، افراد خود همین نظام میان و حرف میزنن. پس حرفم رو جمع ببندم. آزادی مطبوعات و روزنامه‌نگاران در ایران واقعی نیست. گزارش گزارشگران بدون مرز و دیگر سازمان‌های بین‌المللی واقعی است. این نظام در پروسه 40 ساله خودش به وضوح نشون داده که اگر فرصت پیدا بکنه همه صداها رو در گلو خفه خواهد کرد. مثال بارزش رو زدیم ستار بهشتی، مثال روزنامه نگاریش رو زدیم برای اینکه عینی باشه زهرا کاظمی، یک ایرانی کانادایی، یک شهروند کانادایی. اینکه اگر پاش برسه همه رو غلغم میکنه، نشریه اطلاعات در 1360 حتی درس کردن کوچکترین اطلاعات رو بر نمیتابه، روزنامه سلام در 1378 و دیگر مثال هایی که مهمان دیگر برنامه تون زد. سپاسگزارم از توضیح شما. جناب تبریزی، همونطور که در ابتدای برنامه هم گفته شد و همه در جریان هستن، بزرگترین زندان های جمهوری اسلامی اختصاص به روزنامه نگاران داره و این طبق آمار به 100 رسیده و در بین این تعداد بین بیش از 2/3 از این روزنامه نگارانی که زندانی هستند شهروندان خبرنگارانی هستند که در شبکه‌های اجتماعی اطلاع رسانی کردن، همونطور که در توضیح به اون اشاره کردید شما. حالا با وجود این همه سرکوب، خشونت، شکنجه، بازداشت، اعدام، چرا دولت نمیخواد این رو بفهمه یا که صدا رو نمیشه خفه کرد و نمیشه آزادی بیان رو از مردم گرفت حتی اگه سرکوب بشه؟ به هر حال این رشد در دل مردم وجود داره و هیچ وقت صدا رو نمیشه مسکوت کرد. در این مورد بفرمایید، خواهش میکنم. عرضم به خدمت شما که ببینید، من قبل از که بخوام جواب سوال شما رو داده باشم، در یک مطلبی رو در مورد اینکه جناب ارجمند فرمودن که قدرت حکومت کم شده، به این شکل حالا فرمودن که قدرت حکومت کم شده و سرکوب نمی کنه به اون شکل و اون موقع ستار بهشتی رو به اون شکل فجیع کشتند، زهرا کاظمی رو به همچنین، امروز روز هم در همین ماه اردیبهشت ما هم ما داشتیم سهیل عربی رو، یک شهروند خبرنگار، یک وبلاگ نویس که ایشون رو از زندان فشافویه اطلاعات سپاه پاسداران، قرارگاه سپاه پاسداران، همگی دیگه میدونن که سپاه پاسداران تو کشور ما شده همه کاره و سوار بر قدرت و همه رسانه، نفت، اقتصاد، سیاست و همه گونه و همه جوره سوار بر کشور هست. این جوان رو اومدن از زندان فشافویه با یک نامه
تحت الحفظ دستبند زدن، پابند زدن، چشبند زدن، منتقلش کردند کجا؟ قرارگاه سارالله سمت افسریه در تهران. فردی به نام سید موسی موسوی به عنوان بازجوی قرارگاه سارالله، این زندانی رو به صرف این که ایشون توی زندان داره به زندانی ها زبان انگلیسی و زبان فرانسه یاد میده و در مرحله بعد چون آقای سهیل عربی برنده یک جایزه رسانه‌ای به عنوان یک شهروند خبرنگار در کشور فرانسه اگر اشتباه نکنم شده بود، ایشون رو یه خورده بازجویی کرده و بعد با لغت زده توی بیزه ایشون و متاسفانه باعث بروز بیماری شدیدی در این زندانی عقیدتی شده. من این رو فقط میخوام عرض بکنم که امروز روز هم حکومت همین الانش هم که ما داریم صحبت میکنیم دستش برسه هر کاری رو برای بقای خودش انجام میده و از هیچ چیزی ابایی نداره، چرا که مبنا فقط بر این هست که اینها خودشون رو حفظ کنن و بمونن به هر قیمتی که شده، حتی اگر همانند زمان فرعون که فرعون دستور داد هرچی بچه کوچک در شکم مادرش هست پسر به دنیا میاد بکشن، اینها هم همین کار رو خواهند کرد و اگر به پاش برسه مطمئن باشید این حکومت بدتر از فرعون کشتار و قلق هم خواهد کرد و از هیچ چیزی هم ابا نخواهد داشت. و اما در مورد سوال شما خانم مرادی، ببینید حکومت به خاطر اینکه وسعت سرکوبش به قدری وسعت اون جنایت ها موارد نقض حقوق بشرش وسیع هست و میدونه که اگر اینها رسانه‌ای بشه به شکل وسیع، کما این که با این حد سرکوبی که داره انجام میشه به این شکل از طرف سازمان‌های بین المللی حقوق بشر، سازمان ملل متحد با تحریم‌ها با محدودیت‌های بسیاری مواجه شده، ولی با این حال از هیچ چیزی دریغ نمی‌کنه برای اینکه بخواد باز سرکوب بکنه و فشار رو بر فعالان رسانه‌ای، بر روزنامه‌نگاران، بر شهروند خبرنگاران و افرادی که در سوشیال نتورکر هستن و در شبکه‌های اجتماعی به عنوان فعال رسانه‌ای کار می‌کنند رو، اینها رو بخواد با اتهامات و یا اتهامات امنیتی بخواد اونا رو شارژ بکنه در دادگاه، زندان بکنه، در زمان بازداشت اونها رو بلا تکلیف نگه داره و یا اتهاماتی رو بزنه مثل تبلیغ علیه نظام، مثل نشر اکاذیب، مثل توهین به رهبری، مثل عضویت در گروه‌های معاند نظام و یا سایر اتهامات، توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و به عنوان نمونه باز میتونم بگم حتی اتهامات براندازی میتونه بزنه به اینها. کما اینکه ما داشتیم آقای واحدیان از فعالان صنفی فرهنگیان در مشهد که ایشون به خاطر فعالیت‌هایی که در فیسبوک خودشون داشت متهم شد به این که فعالیت می‌کرده در جهت براندازی نظام و ما دیدیم که ایشون رو الان در حال حاضر با یک وثیقه سنگین ایشون فعلا بیرون هستن تا زمان دادرسیشون، که اینها همش بیان کننده این هست که این حکومت از هیچ چیزی ابایی نداره، نداشت، نداره و نخواهد داشت برای اینکه بخواد صدای مردم رو خفه بکنه و اینجا دیگه میمونه همت خود مردم، تلاش خود مردم و اتحاد مردم و حفظ این اتحاد از طرف مردم که تلاش بکنند و این دامنه آگاهی رسانی رو در جامعه گسترش بدند تا ما به زودی بتونیم در کشورمون شاهد تغییر و تحولات عظیمی باشیم، چرا که به نظر من این دوره‌ای که داره میگذره دوره گذار هست و تحولات عظیمی رو به این شکل تداوم اگر پیدا بکنه، تحولات عظیمی رو ما در کشورمون شاهد خواهیم بود در زمینه سیاسی. من در خدمت شما هستم. بسیار ممنونم از شما جناب تبریزی. سوالات پایانی این بخش رو خواهیم داشت با شما عزیزان. مجددا در خدمت جناب اسلام ناصری ارجمند هستیم. جناب ارجمند، لطفا در ارتباط با آزادی مطبوعات در قانون اساسی جمهوری اسلامی اشاره داشته باشید و اینکه دولت چه وظیفه‌ای در قبال آزادی مطبوعات داره و چگونه باید حمایت کنه و وضعیت رو فراهم بیاره که اتحادیه‌های صنفی روزنامه‌نگاران
تشکیل بشه و بتونن با خیال راحت به فعالیت خودشون بپردازن. بفرمایید، خواهش میکنم. این که نقش مطبوعات در قانون اساسی جمهوری اسلامی چه هست، ما میتوانیم اشعار بسیار زیبایی رو، شعارهای بسیار قشنگی رو در اونجا بخونیم. قانون اساسی جمهوری اسلامی مساوی است با کتاب اشعار زیبا. یک کتاب چند صد صفحه بی هیچ بهایی و بی هیچ اعتباری. اینکه این رو گفتن یا اون رو گفتن رو بگذاریم کنار، سقفش می شود اینکه آجون در نهایت این قانون این هستش که شما اعمالتون، کارهاتون نمایستی به تقابل و رویارویی مسلحانه با نظام بگید یا مباحثی رو عنوان میکنیم به عنوان این که نبایستی بر علیه شعونات و عقاید اسلامی، فرهنگی، سنتی و تاریخی ایران مشو این حرف. اینها رو بگذاریم کنار، بیاییم بر روی صحنه عمل، بر روی زمین. آیا جمهوری اسلامی با حاکمیت ولایت فقیه ذره برای آگاهی و شعور افراد، تک به تک افراد در چهارچوب میهنی ایران و حتی جامعه بین‌المللی ارزشی قائله؟ جواب این است که خیر. نشریات و جراید، روزنامه ها، مجله ها، رادیوها و تلویزیون ها میبایستی که بلندگوهای تبلیغاتی این نظام باشند و در جهت منافع سیاسی، اقتصادی، ایدئولوژیک این نظام گام بردارن. کپی برابر اصل این رو ما در شوروی سابق میبینیم که در نهایت فرو پاشید. پس این نظام در اون ورقباره به نام قانون اساسی که نوشته و یک بار هم مجددن تعدیلش کردن بعد از مرگ خمینی، ارزشی در نهایت در صحنه عمل قائل نیست. اون بار هم گفتم اگر که الان جلوی خیلی چیزها رو نمیگیره، به این دلیل هستش که به لحاظ داخلی مبنا و شرط خارجی یعنی جامعه بین‌المللی و آمریکا زیر فشاره. اگر که نبود، از طرف جامعه جهانی در زیر فشار نبود، شک نکنید که صحبتی که مهمان دیگر برنامه‌تون کرد، آقای سهیل عربی رو به جایی که بزنن میوردنش در خیابون و به دار میآورد. سهیل عربی رو میبایستی فعلا تحمل بکن. به این دلیل که فشار در جامعه ایران بسیار بالاست، یک بشکه باروت نیاز به انفجار داره، نیاز به یک جرقه. هفته گذشته بود خامنه‌ای گفتش که آره فشارهای خارجی باعث و فشار اقتصادی برای این هستش که مردم رو در نقطه رویارویی با نظام قرار بده. این حرف درسته، چرا که آمریکایی‌ها به دنبال همین هستن. توان و قدرت جنگ کردن نظامی رو ندارن. بحث طولانی میشه و ربطی به بحث امروز ما نداره. این که دولت چه کاری میبایستی در رابطه با هماهنگ کردن انجمنها و یا این نظامهای صنفی و انجمنهای روزنامه‌نگاری بکنه، امری نیست که ربطی به دولت داشته باشه، چرا که دولت زمانی که ما دولت رو یعنی حاکمیت رو وارد همه عرصه‌ها میکنیم، تبدیل به یک نظامه، آنکادره میکنیم که این نظام آنکادره در نهایت تبدیل به یک دیکتاتوری میشه. مثال صادق و بارزش رو میتوانیم در کشور اتریش حال حاضر ببینیم. به دلیل تمایلات راستگرایانه،
فاشیستی و نازیستی در این جامعه کار به جایی رسید که یک دولت بسیار راست بر سر کار. دو روز گذشته با انتشار فیلمی از معاونین نخست وزیر مشخص شد که این دولت این فیلم خوب هستش که حتی بر روی اینترنت ببینید یا این اخبار رو به خوبی بخونید. چرا میگم؟ وقتی که ما دولت رو وارد همه عرصه ها میکنیم، پس این رو تبدیل به یک نظام آنکادره میکنیم که این نظام آنکادره به دنبال این هستش که همه افکار و تمایلات و عقاید مردم و جامعه رو در دست بگیره. شما به خوبی در این ویدیو میبینید یا این اخبار رو به خوبی بخونید که طرف مذاکره کننده یک خانم روسی هست و میگه که من پولی رو که میخوام در کشور شما سرمایه گذاری کنم پول سیاهه. این معاون نخست وزیر میگه اشکال نداره، شما این فلان روزنامه رو بخرید و این روزنامه رو کاری بکنید که افکار و عقاید رو به سمتی بکشونه که حزب ما برنده انتخابات بشه. در 48 ساعت گذشته بعد از استعفای ایشون، نخست وزیر بسیار جوان و مغرور و بسیار فاشیست این کشور مجبور به این شد که اعلام انتخابات زودرس بکنه. پس در یک کشور اروپایی پیشرفته که نظام راستگرا دست غالب رو داشته، با انتشار یک فیلم کل حاکمیت رو به چالش کشیده. پس وقتی که ما میگیم دولت میبایستی انجمنها، سازمانها، گروهها، دفترها و یا هر چی که اسمش هست رو هماهنگ بکنه، پس ما خودمون به صورت خود به خودی و خودکار دست دولت رو برای کنترل کردن و ممیزی کردن این نظام، دست روشنگری در اروپا جدا از مانیفستش و پیامهاش، پیامش این بود، دعواش با حاکمیت این بود که حق نداری در همین امور دخالت بکنی. وقتی که ما یک روزنامه داریم، این روزنامه حق داره هر چی دوست داره بگه. این که تو بیایی و اون رو ممیزی بکنی، مثل اداره سانسور مطبوعات در ایران، در فیلم و حتی در سریال، این که تو به خودت حق بدی، این حق رو ما از تو میگیریم. پس ما این سانسور رو در ایران، سانسور دولتی رو، حتی در یک فیلم سینمایی که یکی دو ماه گذشته در ایران بر روی پرده های سینما بوده و اکران میشده، میبینیم که فیلم سانسور نشده پخش شده در سینما و سپس رو پرده سینما پایین کشیده. پس وقتی که ما دست دولت رو میگیم بفرما، خودمان به او بفرما زدیم و دستش رو برای ممیزی و سانسور باز میکنیم و این اشتباه است. دولت میبایستی که صدای مخالف خودش رو بشنوه. دولت میبایستی که پاسخگو باشه به جامعه، به گروه ها، به قوم ها، قبیله های متفاوت و مختلفی که در اون جامعه هستن. وقتی که ما سیستم قضایی و قضات رو هم دولتی میکنیم، نهایتش میشود قوه قضاییه در جمهوری اسلامی. اما در کشور آمریکا میبینیم با اینکه آقای ترامپ هر کسی رو که دوست داشته آورده بر سر کار گذاشته، حتی وزیر دادگستری و غیره رو، اما سیستم قضایی در آمریکا تحت مطلقه حاکمیت نیست و یک قاضی فدرال در یک ایالتی میاد و برخلاف حکم ایشون رأی میده. وقتی که میبینیم آقای ترامپ در امریکا میاد و همه رو میگه که جراید دروغگو به غیر از فاکس نیوز، باز میبینیم که روزنامه ها، جراید، تلویزیون های دیگر دنیا او رو به چالش میکشن، حتی تلویزیون های دیگر آمریکا. در ایران حال حاضر ما چنین چیزی رو در مجموع نمیبینیم، اما صداهای دیگری رو میشنویم. پس
قانون اساسی ایران هر چه که نوشته در رابطه با قانون جراید و بقیه قوانین اشعارنامه بسیار زیبایی است، اما در عمل همه چیز برخلاف اون چیزی است که بر روی کاغذ است. آیا میبایستی دولت همه هماهنگ‌کننده انجمنها گروه های صنفی باشه؟ خیر، دولت میبایست پاسخگو باشه. این گروه ها انجمن های صنفی هستند که میبایستی به تجربه تاریخی از دیگر کشورها و حتی تاریخ کشور خودشون صداشون رو بلند بکنن و در مقابل این نظام بایستن، یا هر کشور دیگری که ما میبینیم در طول تاریخ خودمون. باز کردن دست دولت برای هر نوع هماهنگی مساویس با راه دادن بهش، مساویس با نتایجی که در حال حاضر میبینیم در کشور خودمون. صحبت من تمام. بسیار ممنون جناب تبریزی. با توجه به اینکه به پایان وقت برنامه‌مون نزدیک میشیم، لطفا میخواییم برای شنوندگان توضیح بدید که حدود آزادی مطبوعات به نظر شما چه هست، و پیرو صحبت‌های جناب ارشمند که فرمودن دولت باید صدای مخالف خودش رو بشنوه و پاسخگو باشه، چه نظری دارید؟ بفرمایید، خواهش میکنم. عرض کنم که ببینید، به زبون ساده اگر من بخوام در یک جمله کوتاه بگم، این رو میتونم بگم که مطبوعات باید به حدی این آزادی رو داشته باشند که بتونن نقد بکنن، بتونن مخالف صحبت بکنن، بتونن موافق صحبت بکنن، و هیچ کسی، به قولی هیچ قدرتی در هیچ کشوری نتونه اونها رو سرکوب بکنه. همون چیزی که در ماده 19 از اعلامیه جهانی حقوق بشر بهش اشاره شده و تاکید بهش شده که هر فردی با هر عقیده و دیدگاهی این حق رو داره که عقاید و نظریات خودش رو بدون اینکه هیچ گونه ترسی بخواد داشته باشه و بدون هیچ محدودیتی بتونه اونها رو انتشار بده. ولی اگر ما این وضعیت رو بیاریم توی ایران حال حاضر خودمون، گزارش اخیری که سازمان گزارشگران بدون مرز داد و در اون گزارش سقوط 6 پله‌ای برای ایران رو در نظر گرفت، این دیگه خودش گویای همه ماجرا هست. وقتی که در یک کشور خانم مرادی میاد یک فرد رو، یک شهروند رو به صرف یک انتقاد در فضای مجازی، به صرف یک پست فیسبوک، پست تلگرام یا یک کانال تلگرام یا یک فعالیت در فضای مجازی به صورت نقدگونه و مؤدبانه، وقتی که اون فرد نقد میکنه، فرد رو با اتهامات امنیتی در دادگاه شارژ میکنند، دیگه این خودش گویای کل ماجرا هست و کل داستان رو عیان میکنه که این حکومت چه ماهیتی داره و وضعیت رسانه و فعالان رسانه‌ای در کشور ما چگونه هست. شما نگاه بکنید، خانم هنگامه شهیدی به عنوان یک روزنامه نگار در کشور ما به چه شکل ایشون محکوم به حبس شد، محکوم به ممنوع الخروجی شد، محکوم به محرومیت از عضویت در دستجات و فعالیت‌های سیاسی شد. و یا در مثال ساده دیگه میتونیم به پرونده آقای امیر حسین محمدی فر و خانم ساناز اللهیاری اشاره ما بکنیم که به عنوان یک شهروند خبرنگار اینها فعالیت میکردن، یا به همراه آقای امیر امیرقلی و خانم عسل محمدی، که میبینیم که اینها رو از زمان بازداشت انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر در پرونده اینها لحاظ شد. از حق انتخاب وکیل محروم بودند. قرار بازداشتشون تموم شد، بدون تمدید قرار بازداشت در زندان اوین بلا تکلیف نگه داشته شدند. از حق ملاقات با خانواده محروم بودند. از روند دادرسی تا به الان از حق عادلانه به صورت اینکه بتونن شفاف و عادلانه از خودشون دفاع بکنن محروم بودند. به چه اتهامی؟ اتهام این 4 نفر چه هست؟ این افراد در تجمعات اعتراضی کارگران هفت‌تپه که سال گذشته در دیماه
برگزار شده بود، اینها به صورت گسترده نشریهشون پوشش خبری داده بود، مردم رو آگاه کرده بود که چه اتفاقی داره در نیشکر هفت‌تپه میفته. کارگری که چندین ماه کار کرده، حقوق خودش رو میخواد، علاوه بر این که حقوق اون کارگر رو نمیدن، باتون هم تو سرش میزنن که تو برای چی برای حق خودت داری اعتراض میکنی و حق اعتراض کردن نداری دیگه. اینها خودش گویای حقایق امر هست و نیازی به این نیست که بخوایم ما توضیح جزء بخوایم بدیم و به جزئیات وارد بشیم، و این واقعا دیگه خودش این گویای حقیقت امر هست که به چه شکل این حکومت داره صدای فعالان رسانه‌ای رو، صدای افرادی که در جهت روشنگری، در جهت اطلاع رسانی و در جهت بیان حقایق گام برمی‌دارند رو سرکوب می‌کنه و همیشه میخواد رسانه در کشور ما، حکومت میخواد که دروغ بگه به مردم، اخبار کذب منتشر بکنه. کما اینکه ما میبینیم رسانه هایی که وابسته به خود حکومت هستند مثل اطلاعات یا روزنامه اطلاعات و اینها، شما اگر نگاه بکنید اینها تماما رسانه هایی هستند که اخبار حکومتی منتشر میکنند و اخباری هم به مراتب کذب شده منتشر کردند. به عنوان نمونه خبرگزاری ایلنا که از خبرگزاری های داخل ایران هست، در زمانی که خانم نسرین ستوده مجموع محکومیتش 38 سال حبس بود، اومد یک خبر منتشر کرد که نسرین ستوده کلن به 8 سال حبس محکوم شده. اینها به قولی همون اخبار دروغ و کذب و فرافکنی هایی هستش که حکومت در فضای مجازی راه میندازه برای اینکه بخواد خودش رو موجه جلوه بده، ولی حقایق میخواد همیشه پشت پرده بمونه. ولی غافل از این هست که فعالان رسانه‌ای با آگاهی که دارند در هر روز با عزم و استقامت و اراده بیشتری در جهت افشاگری و پرده برداری از چهره و ماهیت این حکومت که همیشه و در همه جا با سفسطه‌گری و چهره سازی و مظلوم نمایی سعی کرده خودش رو موجه جلوه بده، چهرش رو، چهره واقعیش رو نمایان کردن. و ما دیدیم که در این که من عرض میکنم در دنیای بین الملل، در مجامع بین المللی حکومت همیشه نقاب به چهره خودش میزنه، وقتی که در شورای حقوق بشر سازمان ملل در ورطه سوال قرار میگیرن مسئولان کشور، مسئولان حقوق بشر قوه قضاییه، منکر همه ماجرا میشن. وقتی که مورد سوال قرار میگیرن چرا فعالان رسانه‌ای در کشور ما سرکوب میشن، میرن به قولی از یه جای دیگه ای دوباره صحبت میکنن، میرن در مورد یمن صحبت میکنن، در مورد کشور دیگه ای میرن صحبت میکنن، که اینها همش نشان دهنده ماهیت مذهبی بودن و همون فرافکنی و سفسطه‌گری در این حکومت داره. چرا که افراد مذهبی وقتی بر مسطر قدرت باشن، در نتیجه تمام استدلال‌ها در اون حکومت رو به سفسطه و تفسیر به رأی میره. شما نگاه بکنید در ماده 7 از قانون آیین دادرسی کیفری که در حکومت جمهوری اسلامی تدوینگر اون بوده، خودش اون رو تدوین کرده، تصویب کرده و ادعای عمل به اون رو داره، به صراحت تأکید بر این شده که در روند دادرسی باید حقوق شهروندی یک فرد که به عنوان متهم هست حتما رعایت بشه. ولی ما داریم میبینیم که در پرونده سهیل عربی، در پرونده ساناز اللهیاری، در پرونده امیر امیرقلی، در پرونده امیر حسین محمدی فرد، در پرونده هنگامه شهیدی و بسیاری دیگری از فعالان رسانه‌ای، فعالان سیاسی و فعالان مدنی، بیقانونی داره بیداد میکنه. چرا؟ اینکه حکومت همیشه قوانین رو طوری تفسیر کرده که این قوانین فقط خودش ذی حق باشه و صاحب حق باشه در اون قوانین. همون چیزی که مخالف ماده 30 هست از اعلامیه جهانی حقوق بشر، چرا که در ماده 30 از اعلامیه جهانی حقوق بشر میگه قوانین باید طوری تفسیر بشه که مردم و شهروندان صاحب حق باشند، نه حکومت ها. ولی در کشور ما حکومت جمهوری اسلامی قوانین رو، همون چیزی که آقای ارجمند فرمودن که یک کتابی هست جالب و خوب قوانین، ولی عمل متاسفانه به نظر من اصلا نیست.
در این قوانین. قوانین همیشه طوری تفسیر میشه که اگر هم یک راهی برای شهروند، یک حقی برای شهروند در اون لحاظ شده باشه، اون حق طوری تفسیر میشه که باز هم حکومت صاحب حق باشه و حق رو، نفع و منفعت رو حکومت ببره. من در خدمت شما هستم. بسیار ممنون و سپاسگزارم از حضور شما میهمانان محترم در این برنامه. و دوستان عزیز، صحبت‌های میهمانان این بخش از برنامه رو شنیدیم درباره موضوع آزادی قلم و مطبوعات بود. امید که تونسته باشیم برگی دیگر از آگاهی‌های شما عزیزان افزوده باشیم. آزادی مطبوعات بر مبنای حقوق بشر حافظ آزادی‌های دیگری هست و رعایت حقوق بشر در غیاب آزادی بیان ممکن نیست. آزادی‌ها بدون اینکه از طریق مطبوعات تقویت و تضمین بشن دوام نمیارن و به مرور در زیر چرخ‌های سنگین استعمار و استبداد از بین خواهند رفت. سپاسگزارم از حسن توجه شما علاقمندان به این برنامه و همچنین تشکر می‌کنم از جناب پرویزی که در بخش ضبط و تدوین این برنامه همواره همکار و یاریگر ما هستند. پایدار و سربلند باشید دوستان.